بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و روز بخیری دارم خدمت شما محصلین گرامی. امید از اینکه خوب و خوش و سالم و سلامت باشین، دور از کرونا باشین، ایام قرنطین در کنار فامیل های محترم شما به خوبی و خوشی سفری بشن. به سلسله درس های قبلی که در رابطه با عناصر پر مصرف و عناصر کم مصرف که توضیحات کامل خدمت شما ارائه شد و به صورت کل یک تعدادی از عناصر پرمصرف ما و شما سلایدهای از اونها ثبت شد و به دسترس شما قرار گرفته و ما چرخه به وجود آمدن از اینها و منابع از اینها در زمین و نقش از اینها برای خود نبات و موارد استفاده از این و اهمیت هر یک از این عناصر و پیمانه از اینا که در خاک ها وجود دارن و طریقه های جذب از اینا و غیره از مسائل بود که به صورت مفصل یک تعدادی از عناصر خدمت شما ارائه گردید. درس امروزی ما و شما توضیحات کلی در رابطه به سلفر و کلسیم. ببینین طوری که در فصل های قبلی هم خدمت شما ارائه کردم، گفتم که عناصر که نیاز غذایی خود نباتات را تأمین میکنه به دو دسته تقسیم میشن که اگر اینها را خواسته باشن به انگلیسی بگن میگن ماکرو المنت و میکرو المنت، عناصر زیاد مصرف و عناصر کم مصرف، عناصر اصلی اساسی و یا عناصر کم مصرف یا عناصر ریز مغذی هم میگن. اینا از جمله موارد در رابطه به نظر به موارد استفاده زیاد و کمی که دارن، نظر به هم ساختار کیمیاوی که دارن، اهمیت که برای نبات دارن، اینا ها به دو دسته تقسیم میشد که ما و شما عناصر زیاد مصرف یک تعداد از اونها را شروع کردن و تعداد از اونها که باقی مونده در این سلاید و یا سلایدهای بعدی هر آنچه که لازم باشه خدمت شما ارائه میکنم. اما به صورت کل ما عناصر پرمصرف را به دو دسته تقسیم میکردیم که بهش ما گفتم پرایمری المنت و سکندری المنت بود، که خود پرایمری المنت اگر شما بگین عناصری که باز در داخل خود همین عناصر زیاد مصرف، اینا از جمله عناصری که پیمانه از اینا نظر به دیگرای سکندری ها بیشتر است، یعنی اونا عناصری که به نام این پیکا میگن نایتروژن و فسفرس و پتاشیم و سه یا چهار عناصر دیگه ای که در گروه عناصر زیاد مصرف قرار میگیره، اینا رو میتونه بگم عناصر ثانویه. و این تقسیم بندی که بین از این دو عناصر بین عناصر زیاد مصرف تقسیم بندی صورت میگیره که یک دسته از اینا که خیلی استفاده داره و خیلی قابل اهمیت داره به نام دسته اول، یک پیمانه از اینا که کمتر استفاده داره میتونیم بگیم که پیمانه دوم است. خب که خود پتاسیم و نایتروژن و فسفرس از اون شامل عناصر اولیه یا که میتونم بگم پرایمری و سه تای دیگه که مثل کلسیم و سلفر و مگنیزیم است. اشتباه نگیرین که مگنیزیم با منگنیز از جمله عناصر کم مصرفه، یعنی اینا جز عناصر ثانویه دیگه که پیمانه از اینا کمتر استفاده است و اهمیت از اینا باز نظر با ما تقسیم بندی که شده نظر به عناصر اولیه کمتر است و همو خاطری تقسیم بندی صورت گرفته. خب ما توضیحات لازم در این فصل میخوایم خدمت شما ارائه بکنم. خود سلفر شروع میکنیم. سلفر یک از جمله عناصریه که استفاده خیلی زیاد دارن و حتی در تحقیقات جدیدی که شده در قسمت اهمیت قضیه برای زعفران مشخص شده و حتی جهت کنترل بعضی از امراض پایین آوردن بعضی از آفات سطح از این رو در داخل مزرعه در مزارع زعفران در ایران استفاده میکنن و این بیشتر به نام گوگرد میگن
نه ایرانیا و کد گوگل و یا کد سلفادر جهت بلند بردن سطح حاصل مزارع زعفران در ایران تا جایی که ما به جریانم، مگر چه تحقیقات علمی که شده ما جدیدا مطالعه نکردم. خب نظر به همون خصوصیات کیمیایی که داره و نیاز که نبات زعفران داره بیشتر در قسمت تربت جام و مقفر ایمان است و این قسمت های استان های شهرستان های مشهد. من یک تعداد از اما یک گروه که تعداد از اما روستانشینان اون منطقه هستند و یک دو مشاوره که در قسمت خود محصولات نباتی از اینا مشوره میده، بیشتر استفاده و توسعه از او ای است که از کودهای سلفردار و کودهای گوگر اینها استفاده بکنن و بیشتر مورد اهمیت قرار بدن و خاطر از که در رابطه به خود سطح حاصل از بیشتر است. خب من مقاله علمی نخونم به خاطر خیلی تحقیق نه تاکید برای نیه، شما میشه که مطالعه بیشتر بکنه. اگر الزامی باشه شما میتونم که کدها شما در پیمانه وسیع در چی استفاده بکنین در قسمت زعفران، اگر زعفران چیزی دارین و حتی در بعضی از آفتکش ها و غیره، اگر چه اونو در پیمانه خب خاطر از اینکه سلفر داره و نقش از اینها ها بیشتر همون ترکیب مواد است و اینها ها به خود کنترل بعضی از آفات هم میتونیم بگیم که نقش داره. نه و حتی سلفر پاشی خود تاکای انگور رو میکنه. دیگه از لحاظ مقدار مورد نیاز برای گیاه میگه در ردیف پنجم پس از سنسور پرمصرف و کلسیم قرار داره، تقریبا در ردیف پنجم قرار داره اون سنسوری که قبلا تشریح کردم و با کلسیم مقدار ازی میتونم بگم برای نیاز خود گیاه در ردیف پنجم است و گیاه خیلی ضرورت ازیر داره که بعد سلفر از هر منابعی هست، حالا این منابع به صورت عضوی است، به صورت غیر عضوی است، این منابع صورت گاز است، صورت مایع است یا از طریق کودهای مختلف کیمیاوی است. بالاخره نیاز گیاه ها به صورت کل و به صورت عمده میتونیم بگیم برای خود گیاه به سلفر در ردیف پنجم است، بعد از نایتروژن و فاسفورس و پتاشیم و کلسیم میتونیم بگیم در ردیف پنجم است که خود نبات و خود گیاه های ما شما به سلفر نیاز داره که خوشبختانه میتونیم بگیم سلفر در اکثریت ترکیبات اکثریت کودهای عضوی غیر عضوی و کودهای کیمیاوی و اینها وجود داره و اکثریت تقریبا میتونیم بگیم همون نیاز غذایی که به این عنصر احساس میشه توسط نبات میتونیم بگیم از طریقه های مختلف تأمین میشه. دیگه ای که در طبیعت سلفر یک از عناصر مهمه و یک عنصریه که طبعا مهمه وقتی که نیازه و از این در ردیف پنجم قرار میگیره از جمله الیمنت ها، پس به این معنا که یک عنصریه که میتونیم بگیم نقش حیاتی رو برای نبات بازی میکنه و اگر پیمانه ازی و یا مقدار ازی در خود نبات کاهش پیدا میکنه باعث ازی میشه که ما شما سطح تحصیل ما سطح محصول ما تحت تاثیر قرار بگیره. دیگه قشر زمین میگه 0.06% سلفر است که بیشتر به صورت منرال های سلفور فلزی. خب وقتی که میگیم قشر زمین خودی داره، اکثریت از نصور در قشر زمین وجود داره که در چی پیمانه و در چی اندازه برای نبات قابل دسترس است و نبات از استفاده کرده میتونن و این مقدار نیاز عنصر در چی پیمانه میتونه برای نبات قرار بده، این خیلی مهم است. و دیگه که
خب منرال هایی که سلفور فلزی هستند، اکثریت از جمله منرال هایی هستند که همو حاوی یک سلسله از عناصر که مختص میتونیم بگیم عناصر سلفر شامل است. از نظر مقدار سلفر در طبیعت در مده ششم بین عناصر موجود در کاری زمان قرار. خب خود از این تعداد از این اسم که قبلا هم اشاره کردم نیاز از این در ردیف پنجم بود و مقدار از این در ردیف ششم قرار میگیره. نیاز خب این مقدار از این در طبیعت میتونیم بگیم که باز هم خیلی خوب است، و اما ای بی معنا نیه که اگر در ردیف ششم قرار داره یا خاکای ما شما سلفر داره نیاز به سلفر پاشی نباشه و نیاز به استفاده از سلفر نباشه، این معنا نیه. و بسته با امو نیاز غذایی که یک نبات داره میتونیم بگیم که باید اون مقدار سلفر به خاک افزوده بشه و نبات بتونه از او استفاده بکنه. حالا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، چون وقتی که میگیم در ردیف ششم قرار داره شاید منابع ازی باشه است و تحت شرایط مختلف ای قادر به ای باشه که این سلفر مورد نیاز گیاه را تامین بکنه، و اکثریت خاکهایی که حالا ما در ردیف ششم قرار داره شاید مقدار کافی سلفر نداشته باشه. و در بخش جامد خاک احتمال هست که وجود داره در ردیف ششم، اما در قسمت مایع ضرورت به تحقیقات مجدد و ضرورت به تحقیقات بیشتر است که ما شما پیدا بکنه یعنی خاک ما شما چی اندازه سلفر داره و چی اندازه یک نبات ما شما نیاز اساسی و نیاز ضروری به خود سلفر داره و تا چی اندازه میتونه این نیاز غذایی را از لحاظ خود سلفر برآورده. به صورت عضوی و منرالی حتی در بافت خاک یافت میشه، هم به صورت عضوی و هم به صورت منرالی یا غیر عضوی یافت میشه. به صورت عضوی از او مو استفاده از مواد عضوی در خود خاک است که باعث از این میشه که نبات از اینها ها بتونه مو سلفر مورد نیاز خود بگیره و یا وارد به چرخه زمین میشه و دوباره به صورت مستقیم از زمین میتونیم بگیم که استفاده میکنه. و دیگه که منابع اصلی سلفر در طبیعت چی منابع میتونیم بگیم که این سلفر چی میخونه؟ منابع اصلی خود سلفر در طبیعت یک خود منرال های خاک است، دیگه گاز های سلفر در هوا و آب آبیاری که سلفر عضوی است و سلفر موجود در کودها و آفتکش است. که خود منرال های خاک شامل بعضی از منرال های که منابع اصلی خود سلفر تشکیل میدن در خاک خیلی در ردیف اول هم قرار گرفته و تقریبا میتونیم بگیم در ردیف ششم از لحاظ غنی بودن عناصر در خاک وجود داره. و طبعا خود همی منرال های موجوده که وجود داره به این معنی که موجودیت خود سلفر در ردیف ششم قرار میده، و دیگه خود گازهای سلفر در هوا و آب آبیاری است که اینا در سلاده دیگه به شما بیشتر تشنی میکنم. خود امو سخت های فسیلیه که ماشین آلاته که در سطح خیابان ها یا در سطح جامعه و جهان و دیگه فابریکه های تولید صنایع غذایی و یا فابریکه های آن آلات و غیره، اینا از جمله منابعیه که میتونیم بگیم سلفر به صورت آزاد و یا به صورت گاز در هوا معلق نگاه میکنه و باعث از این میشه که یک مقدار خود از این سلفر وارد زمین بشه و زمین از اینها ها چکار بکنه استفاده بکنه. و همچنین آبهای سنگین اینا منبع غنی خود سلفر هستن و یا با گفتم آب سخت و نرم و آب سنگین و اینا داریم که بعضی از آبها
حتی از لحاظ یورانیوم هم قوی است که ایران سالانه از آبهای سنگین خود پیمانه زیاد میفروشه و بعضی از آبها مقدار سلفر هم در خود دارند که یکی از جمله منابعی که میتونم بگم که خود منبع غذایی نبات از لحاظ که ضرورت به عنصر سلفر داره تامین میکنه. دیگه خود سلفرهای عضوی هم از جمله سلفرهایی که از طریق علاوه کردن کودهای کیمیاوی، انبارهای حیوانی، دیگه انبارهای گوسفند، مرغ و غیره است که او هم یک رنج داره که در خود از اونا هر میتکم چی اندازه میکنم بگم خامو سلفر برای خاک اضافه میکنم و تا یک نبات بتونه از او استفاده بکنه. دیگه سلفر موجود در کودها و خود آفتکش ها است. بعضی از کودهای مختلف تریپل ساده و دیگه از کودها اینا کودهایی هستند که و خود آفتکش ها که منبع غنی از خود چی سلفر هستند. خب تشریحات بیشتر از این من تا یک اندازه خدمت شما ارائه می کنم و شما میشه که چون ساعت ما ختم است هر آنچه که من باز در جلسه دیگه ارائه میشه. دیگه که گازهای سلفر در هوا و آب آبیاری اسم که گفتیم از جمله منابعی که میتونه منبع از سلفر باشه و سلفر رو تشکیل بده یکی گازهای خود سلفر در هوا و آبیاریه. مقدار سلفر میگه در هوا شدت تابع شدت آلودگی هوا به وسیله گازها و دودهای کارخانه مختلف. هرچه که یک شهر، یک کشور، یک منطقه آلوده باشه خود از او به این معنی است که مقدار سلفر و سرب بیشتر در هوا به صورت معلق قرار داره و قرارگیری از اینها در روی سطح زمین سریعتر و آسانتر است. دیگه مقدار سلفر که توسط باران بزنه بستگی به منطقه فصل داره، در نهای خشک کمتر و در نهای که تر راست شاید بیشتر باشه. ببینین خود یک نوع سلفر که در هوا وجود داره است که این صورت معلق اینا باعث میشه که توسط آب و باران به زمین بیایه و این آب و باران در تابستان خود طبعا کمتر است، احتمال رسیدن از این هم بسیار کم، اما در مناطقی که بارندگی های فصلی مختلف دارن میتونیم بگیم که یک مقدار از طریق خودمی ریختن از این آب زمین و از طریق نزولات آسمانی به زمین میاد. دیگه در زمستان در داخل اطراف با سوزاندن مواد نفتی برای سوخت بیشتری. خب در کابل اگر ما مثال بدیم سوخت های فسیلی گاز چوب و همچنین زغال سنگ اینا منبع سلفر است که میتونم بگم به زمین بیا. آب های سنگین خب خود از اینو میتونم بگم در یک هکتار حالا سالانه یا بیشتر کمتر 10 تن یا بیشتر از اون میتونم بگم که سلفر رو چی به زمین علاوه میکنم. سلفر عضوی و سایر از موضوعات ان شاء الله جلسه بعدی خدمت شما ارائه میکنم. موفق باشید.